میخواد در ارتباط با آهن سفید و عربی یه مقدار صحبت کنیم. قبلا راجع به خوردگی آهن صحبت شد. در بحث خوردگی آهن اشاره کردیم به این که به محض قرار گرفتن قطره آب بر روی قطعه آهنی یا فولادی، خوردگی شروع میکنه به انجام شدن. لازمه خوردگی وجود اکسیژن و H2O همزمان هست، یعنی اگر یکی از اینها باشه و دیگری نباشه خوردگی اتفاق نمیفته. گفتیم که اتفاقی که میفته اینه که در زیر قطره ها جایی که غلظت اکسیژن کمه، اصطلاحا بهش میگیم آنود یا پایگاه آنودی، و محل تلاقی قطره آب اکسیژن یا همون هوا و آهن، اینجا میشه پایگاه کاتودی. جایی که غلظت اکسیژن کم پایگاه آنودی و جایی که غلظت اکسیژن زیاده پایگاه کاتودی. خب خوردگی شروع میکنه به اتفاق افتادن. اتم های آهن به صورت FE دو مثبت AQ در میان و وارد محلول میشن. پس اتم های آهن دو مثبت در محلول وارد میشن. در کتاب درسی شما ادامه خوردگی رو نشون داده، به صورت FE سه مثبت نمایش میده. حالا ما میخوایم این رو جداگونه بررسی کنیم که قبلا هم بررسی شده، جهت یادآوری در واقع داریم تکرارش میکنیم. پس این فرایند میشه فرایند اکسایش که در آنود اتفاق میفته. اما در کاتود چه اتفاق میفته؟ الکترون ها توسط خود آهن انتقال داده میشن، میرن در پایگاه کاتودی. پس الکترون ها جهت جریانشون همیشه از آنود بوده به سمت کاتود. پس O2 به علاوه دو تا H2O به علاوه 4 الکترون تبدیل میشه به 4 تا OH منفی. این در واقع میشه فرایند کاهش اکسیژن در حضور آب. یعنی نمیگیم کاهش آب در حضور اکسیژن، نه، فرایند کاهش اکسیژن در حضور آب. پس این میشه کاهش. کاهش هم گفتیم در کجای؟ در کاتود اتفاق میفته. پس از این طرف هم ما یونهای OH منفی رو داریم که وارد محلول میشن. FE دو مثبت با OH منفی واکنش میداد، میشد FE OH دو مرتبه جامد، که گفتیم این دوباره در ادامه اکسیداسیون شرکت میکنه و تبدیل میشه به FE OH سه مرتبه یا همون FE دو سه سه تا H2O زنگ آهن. خب حالا ما میخواییم جلوگیری کنیم از خوردگی، میخواییم که آهن خورده نشه. برای اینکه جلوگیری کنیم از خوردگی میتونیم کارهای مختلفی انجام بدیم. یکی از راه‌ها اینه که بیایم سطح آهن رو بپوشونیم. اما با چی بپوشونیم؟ میتونیم با مواد نفتی بپوشونیم. بیایم روش نفت بمالیم، روش قیر بمالیم، روش گریس بمالیم. شما یک کولر آبی که دارید میتونید کولر آبی رو سالیان سال استفاده کنید و هیچ خوردگی هم روش اتفاق نیفته، ولی باید همون روز اولی که این کولر آبی رو میگیرید یه ابری رو آغشته کنید به روغن ماشین و تمام قسمت های این کولر رو از داخل که با آب در تماسه، مثل اون حلزونی، مثل اون کف، یه قشنگ یه لایه روغن بزنید. وقتی این کارو میکنید نمکی که تشکیل میشه روی لایه روغن تشکیل میشه و با یه ترنگدار خیلی ساده اون نمک ها میریزه و اون آهن همچنان حفظ میشه. اما کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که بیایم اون قطعات فولادی یا قطعات آهنی روکش بدیم. این روکش میتونه از یک فلز دیگری باشه. ساده ترین روش روکش دادن این هست که من بیام اون روکش رو، مثلا من میخوام آهن رو روکشی از روی بدم، بیام فلز روی رو ذوب کنم، قطعه آهنی رو در روی مذاب فرو کنم بیارم بیرون. مثل اینکه دست اون رو مشت بکنه تو قطعه رنگ فرو بکنه بیارم بیرون، یه لایه نازک از رنگ روش میشینه.
پس ما الان آمدیم و یک قطعه آهنی رو روکشی دادیم از مثلا زده، پس قطعه آهنی دیگه دیده نمیشه، این قطعه آهنی و این زده که بهش میگفتیم آهن سفید یا چی؟ گالوانیزه. پس اگر آهن یا فولاد رو با زده بپوشونیم بهش میگیم آهن سفید یا گالوانیزه. اما در کنار این میتونیم قطعه آهنی رو بیایم با لایه‌ای از قلب بپوشونیم که اگر قطعه آهنی رو با قلب بپوشونیم بهش میگیم چی؟ حلقه. کاربرد حلقه هم مهمه در بطری‌های روغن نباتی، کمپوت‌ها و کنسرو‌ها. ما داریم از حلقه استفاده میکنیم که امروز دیگه استفاده‌شون داره کمتر میشه. تا زمانی که خراشی ایجاد نشده، آهن دیده نمیشه، خوردگی اتفاق نمیفته. اما به محض اینکه خراش ایجاد شد و آهن دیده شد، فرض کنید الان یک قسمت از زدن کنده شده، الان آهن داره دیده میشه، یعنی ما زدن و آهن رو در کنار هم داریم، اما قطره آب هم بر روی این قرار گرفته. پس این میشه چی؟ قطره آب. به محض اینکه خراش ایجاد میشه و قطره آب هم بر روی این آهن سفید یا گالوانیزه قرار بگیره، خوردگی از اینجا شروع میشه. در واقع یک سلول گالوانی درست میشه و یک رقابت درست میشه برای اکسید شدن و الکترون دست دادن. اگر ترتیبی که برای اکسایش نوشته بودم رو یادتون باشه، پتاسیم، سدیم، منیزیم، آلومینیوم، زدن، آهن، هیدروژن، مس، نقره، همونجوری که مشاهده میشه بین زدن و آهن، زدن بالاتر از آهنه، پس تمایل زدن برای اکسید شدن چیه؟ بیشتره. یعنی اگه قرار باشه خوردگی اتفاق بیفته، اکسایش اتفاق بیفته، زدن چون تمایلش بیشتره، زدن شروع میکنه به خورده شدن. پس از این قسمت در واقع میتونم بگم اتمهای زدن به صورت زدن دو مثبت وارد محلول میشن. به جای اینکه آهن دچار خوردگی بشه، الان اتم های زدن هستن که اکسایش پیدا میکنن. پس در آنود زدن جامد میشود زدن دو مثبت اکیو به علاوه دو الکترون. خب اتفاقی که برای آهن میفته چیه؟ آهن فقط به عنوان یک مدار درونی الکترون ها رو از آنود انتقال میده به کاتود، یعنی به عنوان الکترون کاتود میتونیم بگیم که نقش آفرینی میکنه و اصلا دچار فرایند اکسایش نمیشه. خب پس چه عنصری میاد و کاهش پیدا میکنه؟ دوباره O2 در حضور آب الکترون میگیره و به OH منفی تبدیل میشه. خب آهن اینجا چی شد؟ آهن نه دچار کاهش شد و نه دچار اکسایش شد. آهن با اکسیژن در ارتباط نیست. وقتی خراش برمیداره، هوا توی آب حله، آهن هم میتونه با اکسیژن در ارتباط باشه، اما چون یک عنصری داره که تمایلش برای خوردگی بیشتره، اون خودشو فدای آهن میکنه. الان شرایط برای خوردگی آهن هم وجود داره. شما یه میخ آهنی رو توی لیوان آب بنداز برو، چند روز بعد آثار خوردگی رو میخ دیده میشه، چون توی آب هوا حل شده دیگه، پس اکسیژن هست، رطوبت هم هست، خوردگی اتفاق میفته. اما اینجا چرا خوردگی اتفاق نمیفته؟ با اینکه آب هم هست، رطوبت هم هست، برای که یه عنصری وجود داره به نام زدن که تمایلش برای خوردگی چیه؟ بیشتره. وقتی خراشیدگی بیشتر بشه، آستی که آهن با آب، هر چی هم خراشیدگی بیشتر باشه، تا زمانی که زدن داریم
زد ان ها افزایش پیدا میکنن. در فرایند خوردگی بحث رقابت مطرح میشه، هر که رقیب بهتریه اول اون افزایش پیدا میکنه، اون که تمام شد حالا بقیه میتونن بیان از اندام کنن بگه ما هستیم میخوام افزایش پیدا کنیم. ولی تا زمانی که زد ان داریم نه، آهن دچار خوردگی نمیشه. خیلی خوب، پس آهن در اینجا به عنوان کاتود میتونم بگم عمل کرده، به عنوان الکترود کاتود عمل کرده. ببینید ما یک کاهش داریم یک کاتود داریم، جایی که کاهش اتفاق میفته رو میگیم کاتود. خیلی وقتا الکترودها در فرایندهای افزایش و کاهش اصلا شرکت نمی کنن. شما در بحث برق کافت آب دیدیم ما یه ظرفی رو آمدیم دو تا الکترود گرافیتی داخلش گذاشتیم، قطب مثبت منفی، الکترود مثبت، الکترود منفی. حالا این مولکول‌های آب بودن که حرکت کردن، یه عده‌شون به سمت قطب مثبت، یه عده‌شون به سمت قطب منفی. هیچ اتفاقی برای الکترودها نیفتاد. پس حواسمون باشه که خیلی جاها الکترودها یعنی آنود و کاتود اصلا خودشون وارد فرایند افزایش و کاهش نمیشن، ولی یه عده از ایون‌ها هستن که در حضور در واقع در مجاورت با اون الکترودها یا میتونن الکترون‌ها رو بهشون بدن یا الکترون‌ها رو ازشون بگیرن. الکترود خیلی جاها به عنوان یک رابطی هست بین دو محیط مختلف. الان شما داخل آب دارید، بیرون در واقع یه باتری دارید. الان این الکترودی که من اینجا گذاشتم در فرایند برف کافت آب، این الکترود فقط کارش جابجایی الکترونه. از محیط بیرون از باتری الکترون‌ها رو میبره داخل یا برعکس الکترون‌ها رو میاره بیرون. یعنی یک جریان رو برقرار می‌کنه. یه پل، یه ارتباط دهنده است بین محلول و محیط بیرون. پس هیچ اتفاقی براش نمیفته. اما در اینجا زدن داره دچار خوردگی میشه، ولی آهن دچار خوردگی نشده. آهن اینجا به عنوان کاتود عمل کرده. اگر من بیام آهن رو با فلزاتی بپوشونم که ایصفر کاهشی آنها از ایصفر کاهشی آهن کوچکتر باشه. الان ایصفر کاهشی آهن اگر اشتباه نکنم منفی 44 و این صفر کاهشی ZN 76 بین ZN و آهن کدوم یکی این صفر کاهشیش کوچکتره؟ خب ZN کوچکتره، پس اون بنوان آنود عمل میکنه و FE بنوان کاتود باقی میمونه. هر که این صفر کاهشیش کوچکتره همونجوری که مشاهده میکنید تمایلش برای خوردگی بیشتره. بعد دیگری باید چه نقش داشته باشه؟ دیگری باید نقش کاتود داشته باشه. ما به این اتفاق که آهن حفظ میشه و نقش کاتود داره و هیچ اتفاقی براش نمیفته میگیم حفاظت کاتودی. پس اگر گفتن حفاظت کاتودی چیه؟ میگیم اگر فلزی مثل آهن رو با فلزاتی مجاور کنیم و بپوشونیم که اون فلزات ای صفرشون کوچکتره و تمایلشون برای خوردگی بیشتره، ما اون اتفاق بهش میگیم حفاظت کاتودی. از بحث حفاظت کاتودی در خیلی جاها استفاده میشه. در لوله های انتقال نفت، برای اینکه لوله های انتقال نفت که آهنیان دچار خوردگی نشن، همیشه اونها رو با یک مخزنی از منیزیم یا زدن مجاور میکنن. من اگه بخوام یه شکلی رسم کنم برای این توضیحی که دادم، در واقع شما فرض کنید که این یک لوله انتقال دهنده نفت باشه، همیشه در مجاورت اینها سکوهایی وجود داره که در این سکوها داخل اینها معمولا فلز منیزیم یا فلز زدن وجود داره که فلز منیزیم و زدن با این لوله آهنی در ارتباط هست. وقتی این دوتا در مجاورت هم قرار میگیرن، حالا با یک سیم رابطی هم که اینا رو به هم وصل کنیم،
در واقع یک مدار الکتریکی داره درست میشه. به محضی که رطوبت یا بارندگی هم اتفاق بیفته، مدار بیرونی که قطره آب باشه کامل بشه، حالا میشه یک سلول گالوانی. حالا در این سلول گالوانی که منیزیم داریم و آهن، کی تمایلش برای خوردگی بیشتره؟ منیزیم تمایلش برای خوردگی چیه؟ بیشتره. پس بازم تو لوله آهنی رو حفظ کردی. چجوری حفظ کردی؟ در مجاورت با فلزی قرار دادی که اون فلز نقش آنود داشته و آهن نقش کاتود داشته. یا بدنه کشتی ها رو چطوری حفظ میکنن؟ بدنه کشتی ها هم به همین ترتیب حفظ میشه. یک قسمتی از بدنه کشتی در زیر آب قرار داره، میان شمش هایی از فلز زنه به این بدنه کشتی پیچ میکنن. بدنه کشتی آهنیه، اون قسمتی که زیر آب قرار داره شمش هایی یا قطعاتی از زنه رو پیچ میکنن. هر چند وقت یک بار کشتی رو بیارن به ساحل، قواسم بیرن پایین نگاه میکنن ببینن این زنه ها اگر خورده شده بازشون میکنن و یک شمش دیگه یا یک قطعه دیگه زنه میبندن. میدونیم که آب دریا شوره و سرعت خوردگی در آب شور بیشتره، چون رسانه‌های الکتریکی و مبادلات الکترونی در اونجا داره سریع‌تر اتفاق میفته. به همین دلیل برای جلوگیری از خوردگی میان این قطعات رو روی بدنه میبندن. حالا زدن داری آهن و آب نمک به عنوان الکترولی، یک سلول گالوانی درست شده که در سلول گالوانی زدن میشه آنود، آهن میشه کاتود، بدنه کشتی و حفظ میشه و خوردگی اتفاق نمیافته. آفرون شیمیای ضد زنگ چرا؟ ضد زنگ ترکیبی از سرب هست، ترکیبی از سربه که میاد چسبندگی خاصی رو با سطح آهن ایجاد میکنه و این باعث میشه که دیگه لایه محافظ ایجاد بشه. حالا یک مدلش ترکیباتی از سربه، شما اگر دیده باشید میبینید که رنگ های مختلفی داریم از ضد زنگ ها، بعضشون قرمز و بعضشون خاکستریه. اونهایی که قرمز هستن ترکیباتی از سرب دارن، حالا خاکستریشو دیگه نمیدونم که چی هست. خب بریم از همین ضد زنگ استفاده میکنن. چی کنم؟ از ضد زنگ هم استفاده میکنن. کجا؟ جای ضد زنگ کشتی. اینجا؟ نه تو کلن کشتی رو اینا. خب ببین ضد زنگ در نهایت از بین میره. ضد زنگ یک لایه بسیار نازکه، ولی وقتی که شما زده روی اون قرار میدید این لایه زخیم‌تر و مقاومتش بیشتر، ماندگاریش بیشتر. ضد زنگ میتونه کنده بشه، میتونه پریده بشه، ولی این نه. البته این هم اشکال پیدا میکنه ها، نه اینکه اشکال پیدا نکنه. قدیم آره ماندگاریش بیشتر. قدیم لوله های توی خونه ها لوله های آهنی بود، لوله های آهنی هم گالوانیزه بود. یعنی شما لوله هایی که توی لوله کشی قدیم اگه نگاه کنیم این لغره یعنی رنگ آلومینیوم هست. این به خاطر همون لایه زدینی که روش. متاسفانه لوله ها چطوری به هم بس میکردن؟ میومدن سر لوله رو رزبه میکردن، برای اینکه رزبه نداره دیگه، اون کسی که لوله کشی میکنه باید اون رو رزبه کنه. وقتی میاد رزبه کنه اینو توی لوله بند، آره یه ابزاری هست که این لوله رو میگیره، بعد یه آچاری داره که اینو میچرخونن رزمه میکنن. متاسفانه خیلی وقتا یا اینو خیلی سفت میبندن یا محکم نمیبندن. سفت ببندن دندونه های اون لوله گیره میره، این زده رو از بین میبره. یا وقتی میچرخه زده ازش کنده میشه. از همون جایی که شما میبینی زده کنده شده، از همون جا خوردگی اتفاق میبینی. شاید دیده باشید توی خونه یه جای لوله داره آب فواره میزنه، از همونجا خوردگی اتفاق افتاده. وقتی بررسی میکنی ببینید دقیقا همون جاییه که زدنش کنده شده، از بین رفته. این معایب رو هم داره، محاسن زیاد داره، خب بالاخره این معایب هم داره. اما بریم سراغ حلبی. پس تو یه آمد داریم، آمدیم دور اون رو با قلب خوشوندید که بهش میگیم چی؟ حلبی.
در کتاب درسی شما این توی خود را بیازماییده، میگه اگر خراشی ایجاد بشه چه اتفاقی میفته. حالا یه خراش ایجاد شده، قلب آهن دیده میشن، قطره آهن بالا قرار گرفته. قلب اگر من این ترتیب رو بیارم پایین، هیدروژن، مس، نقره، قلب اینجاها قرار داره، یعنی پایین تر از آهن هست. پس در واقع تمایل آهن نسبت به قلب برای اکسیژن شدن چیه؟ بیشتره. پس حلبی تا زمانی خوبه که خراشی روش ایجاد نشده. همین که خراش ایجاد شد، آهن چون تمایلش برای اکسیژن شدن بیشتره، به عنوان آنود شروع میکنه به خوردش دارن. پس FE جامعه میشه FE دو مثبت EQ به علاوه دو الکترون آنود. اما دوباره در کاتود چه اتفاقی میفته؟ دوباره در کاتود O2 به علاوه دو تا H2O به علاوه 4 الکترون میشه 4 تا OH منفی. پس باز هم همونطوری که مشاهده میشه کاهش در کاتود یه چیزه. دقت کنید چه آهن سفید زنگ بزنه، چه حلبی دچار خوردگی بشه، چه خود آهن به تنهایی دچار خوردگی بشه، فرایند کاهش در کاتود همینه. O2 به علاوه 2 تا H2 به علاوه 4 الکترون میده 4 تا OH منفی. پس بین این دوتا کدومی که ماندگاریش بیشتره؟ حلبی ماندگاریش بیشتره، زنده خودش رو فدای آهن میکنه، اما بله آهن سفید یا کاربالیزه. اما در حلبی نخیر دیگه، اگر خراشی ایجاد بشه سرعت خوردگی بیشتره. سوال میپرسم بین آهن تنها و حلبی که خراش ایجاد شده کدومی که سرعت خوردگیش بیشتره؟ آهن تنها یا حلبی که خراش ایجاد شده؟ آهن زودتر این زودتر خورده میشه، چون اینجا رقابت مطرح میشه، اونجا آهن خودشه. مثل اینمونه که تو داری عادی راه میری و قرار یه جایی یه چیزی بدن، میگه خب من که خودم هم دیگه میرم نهایده میرسم و میگیرم، اما این یکی داره از عقب میدوه، شما سرعت زیاد میکنی زودتر برسی شما اونو بگیری. در اینجا قصد رقابت پیش میاد، چون بین آهن و قلب سلول گالوانی درست شده. حالا تو این رقابت کی سرعت بیشتری پیدا میکنه برای خوردگی؟ آهن سرعت خوردگیش چی میشه؟ بیشتر میشه. آخه چشیده؟ یعنی تو سطح پریده ها؟ بله خب این سطح ولی نسبت پلیگ تو آهن چرا؟ کلن ببینید ما میگیم آهن به صورت لایه لایه خورده میشه، اتم های رویی که خورده میشن تبدیل میشه به افیدوسه. افیدوسه متخلخله، پیوسته نیست، مثل آیل دوسه پیوسته نیست، افیدوسه متخلخله. چون متخلخله پس لایه زیری دیده میشه، پس دوباره آهنا دیده میشن، قلب هم که هست، پس باز دوباره آهنا شروع میکنه به خوردش دادن. اشکال آهن همینه، لایه اول که اکسید شد بقیهش هم اکسید میشه. یعنی در واقع مثل همون فیلم ها نشون میده یه قلعه از کافی دشمن در رو باز کنه، در که باز بشه دیگه همه وارد میشن. حالا این افیدوسه که تشکیل میشه روی آهن بقیه آهن رو هم از بین میبره. با اینکه مقاومت آهن سفید یا کاربالیزه نسبت به قلب بیشتره، اما ما نمیتونیم برای بسته‌بندی مواد غذایی از آهن سفید یا کاربالیزه استفاده کنیم. علت اینه که بعضی از مواد غذایی نسبت به زدن دو مثبت واکنششون میدن و زدن دو مثبت باعث فساد اون مواد غذایی میشه. به همین خاطر ترجیح میدن مواد غذایی رو در چه نگهداری کنن؟ در حلبی نگهداری کنن. الان کمپوت‌ها، کنسرو‌ها همشون از جنس حلب درست میشن، از جنس آهن سفید یا کاربالیزه درست نمیشن. یه کم کم این هم داره منسوخ میشه و دور خارج میشه. آهن رو میان رنگ میزنن، اما رنگی که چسبندگیش بر سطح آهن چیه؟
زیاده، رنگ های اپوکسی میگن، حالا ساختارش من نمیدونم چیه، ولی اینها باعث میشن که آهن دیده نشه و مقاومتش بسیار بالا باشه. مقاومت این ترکیب بیشتر یا آهن آخری ها؟ مقاومت وقتی میگیم سرعت خوردگی این زیاده، تا زمانی که خراش نباشه که این خیلی خوبه، اما وقتی خراش پیدا کرد اینجا چون رقابت مطرح میشه، سرعت خوردگیش چی میشه؟ بیشتر میشه. ولی یه نکته رو باید در نظر بگیم، اگر بخوام مقایسه کنیم یک آهنی که اصلا روکش نداره، این هم آهن، نسبت به این که روکش داره ولی یه جاش پریده، باز هم ماندگاری این بیشتر خواهد بود. سرعت خوردگی اینجا زیاد میشه، ولی علاوه ماندگاری حداقل بقیهش یهویی دیگه خورده نمیشه. اینجا ندیگه همه آهنهایی که در سطح قرار دارن میتونن در معرض خوردگی قرار بگیرن. خب این هم از خوردگی آهن که برای نگهداریش توصیه شد که در واقع ما بیان و روکشی رو روی اون قرار بدیم. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که ما چطوری بیان روی این روکش قرار بدیم؟ بحث دیگری که در کتاب شما مطرح میشه بحث فرایند آبکاریه. در فرایند آبکاری هم شما یک سلول الکترولیتی داریم، یه منبع تغذیه داریم، دو تا الکترود اینجا قرار میگیره، این دو تا الکترود میان توی محلول الکترولیت قرار میگیرن. حالا فرض کن که من اینجا یکی از این الکترودها رو آهن دارم و یکی از اینها رو مثلا مس دارم، میخوام آهن روکشی از مس بدم. ببینید اگر شما یک میله‌ای داشته باشید که این میله آهنی باشه و بخواید روی اون روکشی از سیو رو بنشونید، در واقع چی کار باید بکنید؟ تو باید کاری کنی که این میله آهنی در یک محلولی از سیو دو مثبت قرار بگیره. حالا این سیود و مثبت ها برن به سمت آهن، ازش الکترون بگیرن و به مثل فلزی تبدیل بشن و بیان روی اون قطعه آهنی چگاه کنن؟ بنشینن. خب این فرایند فرایند چیه؟ کاهش. کاهش همیشه کجا اتفاق میفته؟ توی کاتود. پس اگر قرار شما جسمی رو روکش بدیم، اون جسم باید به عنوان کاتود عمل کنه. در سلول‌های الکترولیتی این قطب مثبت، این قطب منفی. کاتود منفیه، آنود مثبته. در سلول‌های الکترولیتی برعکس سلول‌های گالوانی هست. خیلی خب، پس اگر من میخوام یه میله آهنی رو، این میله آهنی روکش بدم، باید بیام بذارمش تو کاتود و اونی که به عنوان روکش استفاده میشه باید بیارمش بذارمش به عنوان چی؟ آنود. و محلول ما باید از جنس روکش باشه. شما میخواین روکش مثل بتشونی روی؟ پس باید محلولتون از جنس روکش باشه، آنودتون هم باید از جنس روکش باشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این تیغه مس شروع میکنه به خورده شدن، به صورت سیوی دو مثبت میاد توی محلول. پس سیوی جامعه در واقع آنود میشه سیوی دو مثبت اکیو به علاوه دو الکترون. پس عده سیوی دو مثبت ها داره اینجا چی؟ مرتب زیاد میشه. اگر شما اینجا سیوی دو مثبت دارید دیگه چی دارید؟ آب دارید. سیوی دو مثبت داریم و آب. بین سیر دو مثبت و آب، سیر دو مثبت تمایلش برای گرفتن الکترون بیشتره. پس حرکت میکنن میرن سمت تیغه آهن، سیر دو مثبت های محلول الکترون میگیرن، به صورت سیر جامد
روی تیغه آهن بشینم. پس در واقع این تیغه آهنی به مرور روکشی از مس پیدا میکنه. این تیغه آهنی به مرور روکشی از چی پیدا میکنه؟ از مس پیدا میکنه. خب در فرایند آبکاری چند تا نکته بسیار مهمه. نکته اول، اون قطعه، اون وسیله که میخواد روکش داده بشه حتما باید رسانای جریان الکتریسیته باشه، چون قرار یونه به ارزش الکترون بگیره، پس باید رسانا باشه. نکته دوم، اون قطعه ای که قرار روکش داده بشه باید به عنوان کاتود انتخاب بشه، باید به قطب منفی باتری وصل بشه. این همه سوال بوده که دارم سر نکته میگم، چون اومده تو آزمون. محلول الکترولیت باید از جنس روکش باشه. آنود باید اون فلزی باشه که ما قرار به عنوان روکش ازش استفاده کنیم. خب بریم چند تا مسئله حل کنیم از بحث روکش دادن. فرض کنید من یک کلید خونم، کلید خونم رو میخوایم روکش بدیم. پس یه ظرف دارم، این ظرف اینجا یه باتری دارم، قطب مثبت، قطب منفی. این کلید میخوام اینو روکش بدیم. کلید از جنس آهن و من میخوام اینو بیام روکش مس بدم، میخوام روکش نقره بدم. بله طلا میشه. بله اینجا باید آیونیز مثبت باشه، طلا. اینجا اگه نقره است آجیر مثبت. خب طلا رو روکش بده چی کم نیست؟ طلا تو چرا؟ ولی اگر تو از بیرون ولتاژ رو اعمال کنی ژیان رو میتونی به تنهایی قول بدی، ولی تریلی رو به تنهایی میتونی قول بدی. چند نفر رو جیم قولش میدن؟ حالا بسته به این که ولت پتانسیل کارشی چقدر باشه، از بیرون متناسب با اون یه ولتاژی رو اعمال میکنی. این سفر کارشی بزرگتره و ولتاژ بیشتر رو اعمال میکنی که بتونه بره آیونیست مثبت الکترون بگیره و بشینه روی تیغه آهن. خب قرار شد قطعه‌ای که روکش بدیم به عنوان کاتود انتخاب بشه و به قطب منفی، و اونی هم که قرار روکش بشه به عنوان آنود عمل کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ تیغه نوره به عنوان آنود اکسایش پیدا میکنه، آجی جامد این تیغه، پس میشه آجی مثبت اکیو برنامه الکترون. پس این اتم های نقره به صورت یون وارد محلول میشه. دوباره چه اتفاقی میفته؟ دوباره یون های آجی مثبت محلول میرن به سمت کلید، الکترون رو میگیرن به صورت آجی جامع روی کلید میشینم. پس در واقع ما درستیم روی کلید بیایم و روکشی بدیم از چی؟ نمره. این کار رو بهش میگن چی؟ آبکاری کردن. حالا شما میتونید هر چیزی دیگه هم داشته باشید. در کتاب درسی شما آمده یک قاشق آهنی رو انتخاب کرده، میگه ما یه قاشق آهنی داریم میخواییم روکش نقره بدیم. شکل کتاب اینه. پس یک سلول الکترولیت منبع جریان، یه قاشق آهنی داریم، این قاشق قرار روکش داده بشه.
خب تیغه نقره اینجا قرار میگیره، قاشق آهنی اینجا قوت به منفیه، باتری وصل میشه. حالا دوباره محلول الکترولیت ما باید در جنس روکش باشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ دوباره خوردگی اتفاق میفته، یعنی آجی جامعه که تیغه باشه تبدیل میشه به آجی مثبت اکیو و علاوه الکترون. حالا این یون های آجی مثبت میرن به سمت قاشق، ازش الکترون میگیرن، پس دوباره آجی مثبت اکیو میره الکترون میگیره، میشه آجی جامعه و یک لایه‌ای روکشی از نقره روی این چیه میشه. پس همونجور که مشاهده میشه فرایند آبکاری در واقع میتونه به ماندگاری اون قاشق آهنی چیکار کنه؟ کمک کنه، چون دیگه آهن در معرض رطوبت و اکسیژن قرار نمیگیره. این اتفاق همون بحث آبکاری بسیار مهمه. نکاتی که بهش اشاره کردم رو هم به خوبی باید حواسمون بهش باشه. سوال آمده ازش مثلا در دیمای 98 از همین بحث آبکاری سوال اومده. من سوال دیمای 98 رو بررسی میکنم تا ببینید به چه فرم میتونن از این مباحث سوال بدن. خب میگه که شکل روبرو آبکاری قاشق فولادی رو با فلز مس نشان میدهد. پس شکل رو من برای تو رسم میکنم. این شکل اینجا محلول الکترولیت رو داریم، اینجا یه تیغه قرار گرفته و در این قسمت هم حالا قاشق رو یه مقدارش رو بیرون قرار داده. ما حالا هم شکلی که دارم بکشیم، ولی باید در عرض قاشق رو میمونم تمامش رو میذاشت این محلول که همش در اون رست بشه. خب بعد اینجا نوشته باتری، بحث شده به باتری، جهت حرکت الکترون ها رو هم به ما نمایش داده. کل شکلی که رسم کرده همینه. ببینید همیشه از روی حرکت الکترون ها تو آنود و کاتود رو میتونی تعیین کنی، چون همیشه میگیم جهت جریان از آنود به کاتود. پس این طراح کمک کرده به شما که بهتون بفهمونه این آنوده و قاشق اینه چه نقشه داره؟ نقش کاتود داره. کاتود در سلول های الکترولیتی قطب منفیه، آنود قطب مثبته. پس این باتری مثبتش این ور بوده، منفیش اون طرف بوده. اینه که اضافه کردم نبود شکل. خب حالا چی پرسیده؟ قاشق نقش کدام الکترود رو داره؟ آنود یا کاتود؟ خب میگیم قاشق نقش کاتود رو داره. در این فرایند از محلول کدام نمک مثل دو سولفات یا نقره نیترات به عنوان الکترولیت استفاده میکنید؟ دلیل رو بنویسید. تو سوال چی گفته؟ گفته که شکل روبرو آبکاری یه قاشق فولادی رو با فلز مس نشان میده. میشه مس؟ بله. گفتیم که محلول الکترولیت باید از جنس روکش باشه. اگر ما میخوایم اینو روکش مس بدیم، پس این تیغمون هم باید مس باشه، الکترولیتمون هم باید یونهایی از مس باشه. پس چون میخوایم روکش مس بدیم، محلول الکترولیتمون باید بشه مثل دو سولفات و این تیغمونم آنودمونم باید برمان مس انتخاب بشه. میگه این واکنش آنودی را بنویسید. این واکنش آنودی اینه: تیغه مس که آنوده میشه سیوی دو مثبت اکیو و وارد محلول میشه. این میشه نیواکنش آنود. این فرایند در چه نوع سلول الکتروشیمیایی انجام میشود؟ گالوانی یا الکترولیتی؟
این در سلول الکترولیتی انجام میشه. گفته چرا؟ چون داریم از بیرون یک ورتاژ رو اعمال میکنیم، در واقع انرژی الکتریکی داره یک فرایند شیمیایی رو موجب میشه. اگر فرایند شیمیایی انرژی الکتریکی تولید کرد، سلول گالوانی. ولی اگر یک انرژی الکتریکی باعث یک فرایند شیمیایی بشه، ما اونو بهش میگیم سلول الکترولیتی. خب باز هم دوباره همین سلول رو سوال پرسیده، این دفعه در شهریور 99، یعنی همین بحث آبکاری مرتبا توی سالهای مختلف مطرح شده. اما این دفعه چی پرسیده؟ گفته قاشق نقش کدام الکترود کاتود یا آنود را دارد؟ خب قاشق نقش کاتود رو داره. بعد دوباره پرسیده که تو این فرایند از محلول کدام نمک استفاده میکنیم؟ میخواییم روکش مس بریم، خب باید همون مثل دو سلفات استفاده میشه. حالا این دفعه پرسیده تیغه مسی که کدام قطب باتری متصل است؟ تیغه مسی که قطب مثبت باتری متصله و نقش چی داره؟ نقش آنود داره. پس ببینیم که بسیار مباحث مهمی رو داره اینجا مطرح میکنه. خب مبحث دیگه ای که میخوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم فرایند استخراج آلومینیوم هست. بسیار شکلی که مربوط به فرایند استخراج آلومینیوم هست مهمه، پس به خوبی شکل رو تو ذهنمون داشته باشیم. همه شکل هایی که در کتاب درسی هستن مهمه. خب اولا که سنگ معدن آلومینیوم چیه؟ آلدوسه ناخالص که بهش میگیم بوکسیت یا آلومینای ناخالص. اول باید سنگ معدن خالص بشه، یعنی باید آلدوسه رو از بقیه ناخالصی ها جدا کنیم. یه مقداری استخراج آلومینیوم هزینه بره. من با یکی صحبت میکردم میگم ما در فرایند استخراج آلومینیوم انواعش زیادی هم مصرف میکنیم تو بحث تصفیهش و خالص سازیش. حالا دیگه فرایند میشه بعد من توضیح ندادم، واقعا یک فرایند هزینه بری هست. خب سلولی که ما اینجا داریم استفاده میکنیم یک سلول چیه بچه ها؟ الکترولیتی گالوانی. الکترولیتی همیشه توی فرایندهایی که مربوط به استخراج فلزات هست سلول چه سلول الکترولیتی. یه دیواره داره، این دیواره از جنس چیه؟ گرافیت. بعد در قسمت‌های داخلی اون الکترودهای از جنس گرافیت وجود داره، میله‌های از جنس گرافیت وجود داره که این میله‌ها به جریان برق وصل میشن و این میله‌ها نقش آنود رو داره، بدنه نقش کاتود رو داره، قطب منفی و آنود قطب مثبت. پس اگر اینجا منبع تغذیه باشه مثبت و منفی و این هم میاد به این بدنه وصل میشه. البته یک لایه محافظ بیرونی داره که ما حالا زیاد به این لایه محافظ بیرونیش کار نداریم، ما داریم همون بحث خود سلول رو انجام میدیم. و اینجا یک لوله‌ای وجود داره، یک شیری وجود داره که حالا به موقع راجع به این هم صحبت خواهیم کرد. میان داخل این Al2O3 مذاب رو می‌ریزن. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که Al2O3 جامد رو ما حرارت بدیم و
تبدیلش کنیم به آن اس مثبت مضاد و اوی دو منفی مضاد. این به صرفه نیست. همونجور که برای اناسیل اگر یادتون باشه نقطه ذوب اناسیل 801 درجه بود، ما نیامدیم اناسیل رو مستقیما حرارت بدیم و ذوبش کنیم، ما آمدیم از یک کمک ذوب استفاده کردیم. کمک ذوب ما در ذوب کردن اناسیل چی بود؟ کلسیم کلورید. اگه تو آب بریزیم که آب بیره مسایش کاهش بدن بکنه، اصلا اناسیل هیچ اتفاق کارش نمیفته. کمک ذوبی که ما داشتیم اونجا کلسیم کلورید بود. کلسیم کلورید نقطه ذوب اناسیل 801 درجه سانتیگراد بود. وقتی از کلسیم کلورید استفاده میکردیم نقطه ذوب 587 درجه کاهش پیدا میکرد و این به صرفه بود. نقطه ذوب که بیاد پایین یعنی انرژی که داری مصرف میکنی برای ذوب کردن کمتر میشه. حالا در استخراج آلومینیوم هم همین مشکل رو داریم، تازه مشکل از اون بدتره چون نقطه ذوب این خیلی بالایه، 2000 خورده ای اگر اشتباه نکنم. خب پس چیکارش کنیم؟ این قسمت که چیکارش کنیم در کتاب درستون نیست، ولی برای اینکه بفهمید من توضیح میدم. میان Al2O3 جامد رو در یک حلالی حل میکنن. خیلی جالبه، Al2O3 جامد رو در یک حلالی حل میکنن. وقتی Al2O3 توی اون حلال حل میشه، یون Al3 مثبت و بوید و منفی از هم جدا میشه. پس نیومدن از این کمک ذوب استفاده کنن، روند کار اینجا متفاوته. اما اون حلالی که Al2O3 رو تو خودش حل میکنه و یونها از هم جدا میشن، اون یه ترکیبی به نام کریولیت که این هم تو کتابتون نیست، Na3AlF6. جالب اینه که این کریولیت جامده. اول اینو حرارتش میدن، ذوبش میکنن، این جامده میشه کریولیت مذاب، Al F6 مذاب. حالا این کریولیت مذاب میشه یه حلال، Al2O3 جامد توی این حل میکنن. پس ببینید چه داستان پیچیده ای داره استخراج آلومینیوم. اینها تو کتاب های نظام اولی بود. اصلا یکی از سوالات چالشی در کنکور سراسری این بود که محلول الکترولیت چیه؟ محلول الکترولیت Al2O3 در کریولیت مذابه. یعنی شما اینجا الان Al2O3 مذاب نداری، تو اینجا Al2O3 داری که در کریولیت مذاب حل شده و Al3 مثبت و بوید و منفی از هم جدا شدن. پس این تیکه رو ما بهش کاری نداریم. پس الان اینجا یک محلول الکترولیته، اینجا چیه؟ محلول الکترولیت. این محلول الکترولیت Al3 مثبت داره و Oy دو منفی داره. حالا این دوتا باید برن کاهش و اکسایش پیدا کنن. خب Al3 مثبت کمبود الکترون داره، حرکت میکنه، الکترون میگیره و تبدیل میشه به Al مذاب. پس من اینو بنویسم مذاب، پس که ذوبش کنه. پس Al3 مثبت میره الکترون میگیره و میشه Al مذاب. اما این فرایند چیه؟ کاهش کجا اتفاق میفته؟ کاتود. کاتود کی بود؟ این دیواره گرافیتی کاتود. این دیواره گرافیتی چیه؟ کاتود. موقعی که استخراج منیزیم از آب دریا رو درس میدادم به یه نقطه اشاره کردم که اینجا الان دوباره لازمش داریم. اگر دقت کنیم کتاب درسیمون رو،
این محلول الکترولیت دو فازه، فاز پایینش عائل مذابه، یعنی این عائلای سه مثبت میرن به سمت این دیواره که کاتوده ازش الکترون میگیرن، میشن آلومینیوم مذاب. آلومینیوم مذاب عائل مذاب چگالتر از محلول الکترولیته، چون عائل چگالتره پس کف این سلول الکترولیتی قرار میگیره و از اینجا آلومینیوم مذاب رو جدا میکنن و برداشت میکنن. هیچ کجای کتاب ننویشه آیل مذاب از محلول الکترولیتی چگالتره، شکل کتاب هست و شکلها رو بازم تأکید میکنن، بسیار مهمه. طراحا نگاه میکنن هر کجایی که تونستن یه سوال ازش در میارن. خب پس کاهش در کاتود اتفاق افتاد، کاتود دیواره گرافیتی بود، آیل سه مثبت رفت، سه تا الکترون گرفت، شد آیل مذاب. اما اکسایش در آنود اوی دو منفی میره به سمت این تیغه ها، الکترون میده بهشون چون تیغه ها مثبتن و تبدیل میشه به اودوی گازی، دو تا چهار. پس در آنود که این میله های گرافیتی باشه چه اتفاقی میفته؟ همونجوری که مشاهده میکنید اوی دو منفی میره، چهار تا الکترون میده، تبدیل میشه به چی؟ اودو. پس من این اطراف باید حباب‌هایی داشته باشن. این حباب‌ها در واقع میتونن، این حباب‌ها میتونن کی باشن؟ اودوی گاز. خب استخراج آلومینیوم خیلی روش پرهزینه‌ایه، کلی برق داریم مصرف می‌کنیم که بتونیم این آیل دو و سه رو در واقع بیاییم برکافتش کنیم، آلومینیوم با اکسیژن رو جدا کنیم. یک ایراد که وجود داره و خرج رو زیاد میکنه اینه که این آنودها از جنس گرافیت بودن، از جنس کربن بودن. متاسفانه وقتی اطراف آنودها اکسیژن تولید میشه، این میله های گرافیتی هم با اکسیژن وارد واکنش میشن. پس ما دو تا اکسایش اینجا داریم، خود گرافیت ها با اون اکسیژن تولید شده تبدیل میشن به CO2 گازی. پس ما این حباب ها رو میتونیم بگیم هم O2 هم CO2. پس آنود داره خورده میشه، بله، این میله های گرافیتی رو بعد از مدتی عوض میکنن چون خورده شدن. پس ببینید استخراج آلومینیوم چقدر سخته، چقدر هزینه بره، ولی ما به راحتی میان فوری های آلومینیومی به هر چیز آلومینیوم رو پرت میکنیم دور و هیچ وقت فکر نمیکنیم که چقدر این هزینه برده. من همیشه وقتی یک فویل آلومینیومی رو، وقتی یک ساندویچ رو میگیریم که دورش فویل آلومینیوم پیچیده شده، من هر موقع این رو ببینم یاد این فرایند میفتم که چقدر فرایند سخت و انرژی زیادی هم میبره. خب خوشبختانه فرایند بازیافت هست، قطعه های رانی، قطعه های مشابه و هر چیزی که آلومینیومی هست رو خوشبختانه جمع میکنن و دوباره ازش استفاده میکنن، یک قطعه آلومینیومی دیگه ازش میسازن، حتی اول هدر نمیره و تو بازیافت دوباره ازش استفاده میشه. آنقدر تولید آلومینیوم پرهزینه‌ایه که کتاب شما یک مثال زده، این مثال توضیح بدم بعد اینو ادامه میدم. کتاب شما میگه که اگر قرار باشه شما یک قطعه نوشابه درست کنید، قطعه که از آلومینیومه،
این قطعی رو تو دو جور میتونی درستش کنی. یا بری سنگ معدن آلومینیوم رو برداری، استخراج کنی، بیاری، تبدیلش کنی به آلومینیوم مذاب و ازش به قطعی برسی، یا اینکه قطعی های بازیافتی رو برداری و ازش قطعی جدید درست کنی. خب اگه از این مسیر برم، فرض کن انرژی که توی مسیر استفاده میشه رو بگیرم صد، ولی انرژی که توی مسیر بازیافت برای رسیدن به قطعیه میشه 7. چقدر کمتر؟ 7% اون انرژی مصرف میشه. پس معلوم بازیافت خیلی به صرفه تره، هم محیط تمیز میشه از آلودگی های ایجاد شده و هم این که ما میتونیم اون منابع رو به تجدید ناپذیرن حفظ کنیم. معادن جز منابع تجدید ناپذیرن دوباره به وجود نمیاد. خب بریم سراغ ادامه درس. پس در فرایند استخراج آلومینیوم دو تا اکسایش اتفاق میفته، یکی اوید و منفی که به بودو گازی تبدیل میشه، یکی هم خود میله های گرافیتی کربن جامد که تبدیل میشه به چی؟ CO2. اما کتاب شما به این مفصلی توضیح نداده و خیلی خلاصه و مفید نوشته که AL2 عضوه جامد با کربن میشه AL مذاب و علاوه گاز CO2. مفید. ولی اتفاقاتی که در اینجا میفته واقعیتش این اتفاقاتیه که ما در این سلول داریم و مشاهده میکنیم. سلول دانس که برای استخراج سدیم از اناسیل مذاب بود، آنودش گرافیتی بود، کاتودش آهنی بود. اما این نه، هم آنود و هم کاتود هر دوتا اجنس چیه؟ گرافیته. هم میله ها گرافیته، هم این اجنس گرافیت. خب این هم استخراج آلومینیوم که اینجا مطرحش کرد. به چی معروفه؟ فراینده؟ نه، هیچ معروف نه. فرایند حال خواهی دو چشم، فرایند حال. دانشمندی به نام فریتز حال ابداع کننده این روش بود، به همین خاطر به افتخار فریتز حال این روش رو بهش میگن فرایند حال که برای استخراج آلومینیوم داره ازش استفاده میشه. شکل بسیار مهمه. در تیر 98 این شکل در آزمون های نهایی آمده و شکل ها باید به خوبی تو ذهنمون باشه، سوالش رو بررسی کنیم. نوع این سلول چیست؟ گالوانی یا الکترولیتی؟ الکترولیتی. چرا؟ چون از بیرون داره این ورتاژی رو اعمال میکنیم و فرایندها رو در جهتی که دلمون میخواد وادار به انجامشون میکنیم. خب بعد اینجا یه فلش کشیده، اسمشو گذاشته آ، پرسیده که جنس الکترون آ رو بنویسید. جنسش گرافیته. بعد گفته الکترون آ در این سلول آنود است یا کاتود؟ آ در این سلول آنوده. میله های گرافیتی، اصلا معروف هم به میله های گرافیتی که این آنودها از جنس گرافیت هست. معادله واکنش این فرایند را کامل کنید. این معادله رو هم نوشته، اما من جاهایی که خالیه حالا جا خالی داده. آل مذاب به علاوه نقطه چین گازی. بله، آیل دوزه جامد با کربن جامد میده آیل مذاب به علاوه چی؟ CO2 گاز. پس همه مفاهیم و همه شکل‌ها بسیار مهم هستند، هیچ نکته رو ما نباید جا بندازیم. بارها و بارها در تست‌های کنکور سراسری و در آزمون‌ها آمده. دوباره در خرداد 99 خارج کشور هم دوباره این سوال
آمده. همونطور که مشاهده می‌کنید دوباره این سوال مطرح شده، این دفعه جاخالی‌های اینور رو بیشتر کردن. جاخالی‌های اینور چی؟ بیشتر کردن. پس باید تو معادلش رو حفظ کنید. عائل مضاد به علاوه چی؟ سودای گازی. بعد این دفعه سوال دیگری پرسیدن، قسمت نشان داده رو میشه با حرف خا، کدام قطب باتری است؟ خب نشون داده که این علامت ها رو نداره. بعد پرسیده که اینجا کدوم قطب باتریه، مثبت یا منفی؟ اگر اینها آنودن و در سلول های الکترولیتی آنود مثبته، پس اینجا حتما قطب مثبت باتری بوده که قرار گرفته. خب چقدر تایم داریم؟ ربع ساعت. مسئله حل کنیم یه چند تا تا این قسمت رو به خوبی متوجه بشه. اگر چند تا فلز بدن به ما، فلزش رو پاک کنم، به عنوان مثال به ما گفتن FE دو مثبت FE این صفرش منفی 44 صدم، AG مثبت AG این صفرش مثبت 8 دهم، ZN دو مثبت ZN این صفر منفی 76 صدم. این ستا رو به ما دادن، بعد به شکل میکشن، میگن FE و در واقع روکشی داره این FE اجنس آجی. دوباره بیان میگن تیغه ZN و روکشی داره اجنس آجی. دوباره بیان میگن آجی و روکشی داره از آهن. پس ما تیغه آهنی داریم که روکش نقره داره، تیغه زدن داریم که روکش نقره داره، تیغه نقره داریم که روکش آهن داره. یعنی آمدیم آهن رو در نقره مذاب فرو کردیم، آوردیم بیرون، یه روکشه یه لایه نقره روش نشسته. حالا سوالی میکنم، اگر خراشی ایجاد بشه، این نقره کنده بشه، قطره آب بشینه، اگر خراشی ایجاد بشه قطره آب بشینه، اگر خراشی ایجاد بشه و قطره آب بشینه، در اینجا شکل یک، شکل دو و شکل سه، آیا حفاظت کاتودی داریم؟ کی حفظ میشه به عنوان کاتود؟ باید نگاه کنیم به پتانسیل ها، ببینیم کی تمایز برای اکسید شدن و کی تمایز برای کاهش یافتن بیشتر یا کمتر. خب آهن داریم و نقره، با توجه به پتانسیل ها تمایل نقره برای کاهش یافتن بیشتره. از بین آهن و نقره، آهن شروع میکنه به خورده شدن، چرا که آهن تمایلش برای اکسایش بیشتره. اگر آهن اکسایش پیدا کنه هیچ اتفاقی برای نقره نمیفته. پس کی حفاظت کاتودی شده؟ نقره حفاظت کاتودی شده. در اینجا آهن میشه FE دو مثبت علاوه دو الکترون واکنش در آنود. کاتود هم گفتم ثابت دیگه ها، همیشه اودوی گازی به علاوه دو تا هاشتو مایه به علاوه چهار الکترون به ما میده چهار تا اوهاش منفی. کاتود همیشه ثابت، همین رو می‌نویسیم. پس در این مثال الان نقره حفاظت کاتودی
میشود، چون نقش کاتودو داره. آهن نقش آنودو داره، آهن منوان آنود خورده میشه و نقره منوان کاتود حفظ میشه، حفاظت کاتودی. اما بیایم اینجا، باز هم همون میشه، تمایل زدن برای خوردگی بیشتره، پس زدن میشه آنود، نقره میشه کاتود، پس باز در اینجا حفاظت کاتودی داریم. اما اینجا چی؟ اینجا داریم FE میشه آنود، نقره میشه چی؟ کاتود. پس FE خورده میشه، میشه FE دو مثبت AQ برای دو الکترون. اگر بخوایم از این مجموعه یه فولادی داشته باشیم که حفاظت کاتودی بشه، آهن باید با چی مجاور کنیم؟ با زدن مجاور کنیم. اگر میخواییم آهن به عنوان کاتود عمل کنه، باید ما اون رو با فلزاتی مجاور کنیم که این صفر کاهشی شون از کوچکتر باشه، یعنی تمایل اونها برای خورده شدن بیشتر باشه. پس بهترین حالت اینه که من دیره آهنی داشته باشم و بیام اونو روکش چی بدم؟ زدن بدم. در اینجا اگر خراشی ایجاد بشه و آهن بخواد شروع کنه به خورده شدن، چون زدن تمایلش برای خوردگی بیشتره، آهن به عنوان کاتود عمل میکنه، هیچ اتفاقی برای آنود برای آهن نمیفته به عنوان کاتود، ولی زدن به عنوان آنود شروع کنه به خورده شدن. پس اینجا حفاظت کاتودی داره برای نقره اتفاق میفته، اینجا حفاظت کاتودی داره برای نقره اتفاق میفته. در این مثال آنود آنوده، ببخشید آهن آنوده و نقره چیه؟ کاتوده. بازم حفاظت کاتودی برای نقره است. هر سه تا شکلی که من کشیدم حفاظت کاتودی برای کیه؟ نقره است. اما اگه بخوایم آهن حفظ بشه، حالا باید با فلزی مجاور کنیم که این صفر کاهشی اون نسبت به خود آهن کمتر باشه، یعنی اون نقش آنود رو بازی کنه و تمایلش برای خوردگی چی؟ بیشتر باشه. خب این هم از این قسمت فصل دوم شما، کتاب شما عملا تمام شد. ما توی جلسات آینده باز به سوالات بیشتری می‌پردازیم. شکل‌ها در کتاب درستون به دقت بررسی بشه و هیچ نقطه‌ای در اونجا نمونه. نوبت اول دو فصل هم بگیم. نوبت اول شما هست دو فصل. خسته نباشید.